خب برای کنترل یک لامپ از 4 نقطه، یعنی میخوایم که از هر کدوم از این کلیدها بتونیم این لامپ رو کنترل کنیم. مثلا اگر که از کلید اول لامپ رو روشن کردیم، از کلید دوم، سوم و چهارم هم بتونیم خاموش بکنیم و بالعکس. این برای کجا استفاده میشه؟ برای واحدهایی که یک راهرو داره به 4 تا اتاق یا 3 تا اتاق در واقع منتهی میشه، که از ورودی راهرو میایم در واقع اینو میزنیم، لامپ روشن میشه. از هر کدوم از اینا بخوایم وارد اتاق بشیم، میتونیم لامپ رو خاموش بکنیم و بالعکس میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب برای این کار چی میخوایم؟ یه کلید مینیاتوری استفاده کردیم که نمادین هست، حالا فرم سیمکشیش رو کاری نداریم. یه دونه لامپ گذاشتیم مصرف کننده، اولین کلید و آخرین کلید چی میشه؟ کلید تبدیل. دو تا کلید وسط چی میشه؟ میشه کلید صلیبی. کلید تبدیل هم که 3 تا پیش داره دیگه، نگاه کنید، 1 2، اینم 3. اینه که برنجیه میشه مشترک، پیچش برنجیه، نگاه کنید میشه مشترک، از مشترک میاد میره داخل لامپ. این طرف هم کلید تبدیله، یعنی این دوتا میشه غیر مشترک، این یه دونه مشترک، این یه دونه مشترک میاد میره داخل کلید مینیاتوری. پس تا الان چی شد؟ از کلید مینیاتوری میاد میره داخل مشترک کلید تبدیل اول، از مشترک کلید تبدیل آخر هم میاد میره داخل لامپ. به لامپ هم میدونه نول میدیم، این دوتا هم فاز نوله، درست شد؟ خب حالا اینجا چی داریم؟ این وسط، این وسط دوتا کلید صلیبی داریم. کلید صلیبی 4 تا پیش داره، نگاه کنید. خب دوتا از پیچاش که این پایینه، دو تا از پیچاش این بالاست، پس این میشه کلید صلیبی، اینم میشه صلیبی، این دوتا میشه تبدیل. حالا نگاه کنید، این دوتا پیچ پایینی کلید صلیبی رو آوردیم دادیم به دوتا غیر مشترک کلید تبدیل اول، نگاه کن به این دوتا پیچ. بعدش چیکار کردیم؟ دوتا پیچ بالایی کلید صلیبی رو آوردیم، دوتا سیم وصل کردیم، به دوتا پیچ پایینی کلید صلیبی دوم. این دوتا بالایی هم اومدیم وصل کردیم به چی؟ اومدیم وصل کردیم به غیر مشترک کلید تبدیل اول، پس اینم تبدیل. نگاه کن به این دوتا که پیچشون سفید است، درست شد؟ این از این. حالا برق رو وصل میکنیم، برق رو وصل کن شما. خب الان برق رو وصل کردیم، اگر که بیام با این لامپ برق روشن کنم، با این میتونم خاموش کنم، با این میتونم روشن کنم، با این خاموش بکنم، یعنی همه حالاتو میشه انجام بشه. الان اگر یه نفر بیاد اینو بزنه روشن کنه، با هر کدوم از اونها میشه خاموشش کرد. امیر حسین انجام بده ببینید، با این خاموش میشه، با اون روشن، با این خاموش، یعنی هر حالت انجام میشه. حالا خاموشش بکنید شما. حالا این شد کنترل یه دونه لامپ از 4 تا نقطه. خب حالا یه فرمول بهتون میگم که اگه بخوایم از 1000 نقطه هم یک لامپ رو کنترل بکنیم بشه. ما اگر که بخوایم یه دونه لامپ رو از 2 نقطه کنترل بکنیم، فقط دو تا دونه کلید تبدیل میخوایم، یعنی با این کلید تبدیل و این کلید تبدیل میتونیم یک لامپ از 2 نقطه کنترل کنیم. ولی اگر از 3 نقطه بخوایم کنترل کنیم، یه تبدیل و یه تبدیل، یه صلیبی وسطش. از 4 نقطه بخوایم کنترل بکنیم مثل این، یه تبدیل و یه تبدیل میذاریم کنار، دو تا صلیبی میذاریم وسطش. اگر از 5 نقطه بخوایم کنترل بکنیم، دو تا تبدیل ابتدا و انتها میذاریم، 3 تا کلید صلیبی هم وسطش. پس برای کنترل یک لامپ از بی نهایت نقطه، دو تا کلید تبدیل میخوایم و مابقیش باید کلید صلیبی بذاریم. این در واقع این کار انجام میشه. یه بار دیگه تست بگیرید شما. ببینید، بزن. طبق همین چیزی که الان بهتون گفتم دیگه. خب دوستان ببینید، اینا کلید تبدیل، کلید تبدیل، این دوتا هم کلید صلیبیه، درست شد؟ یه فاز نول ارت داریم، نول و ارت، اینا نول و ارت مستقیم میره داخل لامپ، درست شد؟ حالا شما اگه دو تا لامپ داری میتونی دو تا لامپ رو با هم دیگه موازی کنی. اگر 5 تا لامپ داری میتونی 5 تا رو با هم دیگه وصل بکنی، یعنی دو سر این لامپ رو وصل میکنی به دو سر لامپ بعدی. خب در واقع چه اتفاقی میفته؟ فاز میاد میره داخل کلید تبدیل اول، یعنی میره داخل مشترک کلید تبدیل اول، دو تا غیر مشترک این کلید تبدیل میاد داخل کجا؟ کلید صلیبی. از این کلید صلیبی هم میاد بالا و میاد در واقع میاد داخل کلید صلیبی بعدی، و این کلید صلیبی هم دو تا سیمش میاد کجا؟ میاد داخل غیر مشترک کلید تبدیل آخر. کلید تبدیل آخر یه مشترک داره دیگه، مشترکش هم از اینجا میاد میره داخل لامپ، یعنی لامپ نولشو از مستقیم از شبکه میگیره، فازشو از کلید تبدیل آخر میگیره. حالا شما با این کار میتونی از 4 تا نقطه یه دونه لامپ کنترل کنی، یعنی با این میزنی لامپ روشن میشه،
با خودش یا بقیه میتونی خاموش کنی، مجددا با بقیه میتونی روشن و خاموش شدنش انجام بدی. هر کاری که دلت میخواد میتونی انجام بدی. پس اول و آخر رو کلید تبدیل میذاریم، وسطش رو بی نهایت کلید سلبی میتونی بچینی. الان کنترل از 4 نقطه شد، مثلا کنترل از 80 نقطه میخوام انجام بدم، دو تا کلید تبدیل در ابتدا و انتها میذارم، 78 تا کلید سلبی باید این وسط بذارم. بچه ها اینم از این. حالا بریم یه نکته دیگه بهتون بگم. اینه بچه‌ها، این شمای حقیقی بود، این شمای فنیشه. نگاه کن، کلید تبدیل اول، کلید صلیبی، کلید صلیبی، اینم در واقع چی؟ کلید تبدیل. اینم لام که شمای فنیشو نشون میده. حالا بریم با هم دیگه اینا من بهتون نشون بدم. نگاه کنید، این کنترل از دو نقطه است بچه‌ها. من بذارم اینجا. خب ببینید، این کنترل یک لامپ از دو نقطه است. وقتی دو نقطه می‌خوایم دیگه صلیبی نمیخواد بذاری، یه تبدیل می‌ذاری اینجا، یه تبدیل می‌ذاری اینجا، اینجام که شبکه‌مونه دیگه. خب نگاه کنید، فاز میاد داخل مشترک کلید تبدیل اول، این دوتا غیر مشترک میاد میره داخل دوتا غیر مشترک کلید تبدیل دوم، مشترک کلید تبدیل دوم میاد میره داخل لامپ، یه دونه نول و ارتم از شبکه میریم به لام وصل میکنیم. این میشه کنترل یک لام از دو نقطه. خیلی راحت میتونید انجام بدین. هر سوالی دارین بچه‌ها تو قسمت کامنت ازم بپرسین، به همه سوالات جواب میدم.